بحث پیرامون وضعیت زنان، این که بعد از ایجاد نظام امارت اسلامی زنان با چی وضعیت روبرو هستند، در این برنامه بران میپردازیم. مهمانان من بانو تفسیر سیاپوش، فعال مدنی و فعال زنان، و آقای مولوی فضل حق صمدی، استاد پهنتون با ما هستند. شما بسیار خوش آمدین. خوش باشه. تاسو دیر خراغلی سیب. از شما آغاز میکنیم. در این نزدیکا فرمان امیرالمومنین نشر شد. بسیار موارد ذکر کردن. موارد بود که اسلام هم در قرآن و هم در حدیث و هم در اجماع علما و هم در قیاد به او اشاره کردن و بحث کردن. سوال اساسی است که نقش زنان در جامعه، نقش زنان در نظام، نقش زنان در سیاست بعد از آمدن امارت اسلامی کم رنگ دیده میشه. من نمی‌فهمم شما چقدر این ارزیابی کردین، این دیدین و با این وضعیت اکثریت زنان دیگه به وظایف نمیرند، کارهایشان سلب شده، دخترها به مکاتب متاسفانه نمیرند. یکی از سوالایی است که جدی به طرف امارت اسلامی اشاره گرفته میشه، در حالی که امارت اسلامی بارها گفتن که اینا برای یک میکانیزم کار میکنن که اجازه بدن دخترها را به مکتب، در حالی که تمامی دخترها را ارتقا دادن و این ارتقا امو ضربه کلان به سطح سواد دختراست. من میخواستم سوال شما بپرسم که وضعیت شما چگونه میبینید؟ به نام خدا، سلام علیکم، وقت همه بخیر. سوالی را که شما کردین فکر میکنم بیشتر از سی ماست که سوال یعنی مطرح میشه، اما چیزی که امروز تازه هست در بین سوال شما فرمان آخر حکومت امارات اسلامی هست که در قسمت بانوا تصمیمی را گرفته که باید پیش از سه ماهی تصمیم گرفته میشد. البته صدها موارد دیگه هست که دین مقدس اسلام برای خانم ها داده و همین قسم قانون وضعی که امروز هم قابل پذیرش حکومت امارت اسلامی هست و هم نیست. این موضوع یعنی مطرح شده بود از قبل. اگر ما بگوییم 1400 سال پیش این حق برای خانم ها داده شده بود که یعنی بتونن که اونا خودشان همسر آیندهشان انتخاب کنن، و همچنان بس دیگه که بود روی موضوع حق میراث بود که هم همیشه یعنی در مورد صحبت شده، یعنی صدها موارد دیگه است. ببین که امروز حقی که دین مقدس اسلام برای زنا داده، یعنی جایگاه واقعی زنا در دین مقدس اسلام چی است، روی از این ما بحث کنیم. امروز چرا دروازه ها بسته میشه، دروازه های مکاتب، به اساس کدام دلیل؟ درست است که برای ما گفتن که ما برنامه های خوب داریم که تا او را طرح کنیم و بعد از او میتونیم که برای شهروندای افغانستان او را ما ابلاغ کنیم، اما امروز بیشتر از سه ماه شده برنامه زینا تا فعلا نامعلوم است. پس بیاین امروز برای ما پاسخ بدن که چرا برنامه های زینا معلوم نمیشه و چرا نمیتونن حداقل برای ما بگن که ما این برنامه ها را داریم نداریم. امروز موضوع مهمی که هست، چرا دروازه های مکاتب برای دخترهای افغان بسته هست؟ میگه که ما اصلا فرمان اول را که ما صادر میکردیم در قسمت خانم ها، این فرمان می بود که دروازه های مکاتب باید 27 ولایت دیگه که باقی هست باید دروازه باز میشد. اینا میگن که خب امارت اسلامی گفته که ما در 7 ولایت، در 7 ولایت ما باز کردیم دخترها به مکتب میرن. یقینا ما 27 ولایت دیگه به سر نوشت. شاید فضای همی فضای 27 ولایت درست نبوده. من نمیفهمم چطور است. شما ارجابی کردین نکردین وضعیت. فرمان را که اگر میدادن و دادن، این فرمان هم میتونه که یک خوشبینی بر مردم افغانستان باشه که حداقل در حکومت قبلی خشونت ها در اوج خود رسیده بود. همه گیر میدونن که ازدواج های زیر سن بود، اجباری بود و هزارها موارد بود که خشونت همه گی مردم افغانستان دانن که در حوجش رسیده بود. این میدانه که یکی از مانی خشونت ها شود، اما چیزی که مهم بود برای همه مردم افغانستان و خصوص بر 4 میلیون نفوس که کسایی که مکتب میرفت امروز اونها از مکتب مانده، این مهم بود که دروازه های مکاتب باید برای زنا باز میشد. چرا نتونستن این کار کنن؟ این کارشان ما یعنی یک کار خوب میگیریم و ما را به آینده امیدوار میسازه. فرمان خالنیک میگیرین. بله، و چیزی که مهم است دین مقدس اسلام سک کنین. بیشتر یک چیز اشاره کردم، جایگاه واقعی زن در دین مقدس اسلام، چیزی که بر زن اسلام داده میدانین که چی است؟ شناختی یک زن بود، احیای شناختش، که وقتی که خداوند در قرآن گفته یعنی میگه گرانمیترین شما نزد خداوند کی است؟ کسی که با تقواترین است. پس اینجا نگفته که زن و مرد، زن و مرد گفته کسی که با تقواترین است. و مثال بسیار خوب از کی داده؟ از خانم فرعون آسیه داده.
که چرا او بسیار دردها را متحمل شد تا به یک جایی رسید که امروز نامش حتی در قرآن است و چیز دیگه که زیادتر مهم است و مورد بحث همگی هست است که حقوق زن در اسلام چی است. یک حقوقش میدانیم که چی است؟ تعلیم و تربیه است که کی داده؟ دین مقدس اسلام برای خانما داده و حق ملکیت که اصلا خانما پیش از دین مقدس اسلام اصلا شناخت اصلا هویت نداشت که برای اونا حق ایره دادن که باید اونا هویت داشته باشن، باید ملکیت از خود داشته باشن، حق ملکیت داشته باشن. این بسیار یک موارد خوب است که امروز ما به دین مقدس اسلام اشاره کنیم و بریم ببینیم. و زیادتر چیز خوبتر است که امروز اگر خانم‌ها را نمی‌بانند که بر کار بره و در ساختار حکومت شامل باشد، همچنان دین مقدس اسلام حضور خانم‌ها را گفته در اجتماع سیاسی، حقوقی، اقتصادی همه موارد اینجا چی کرده؟ مثال داده. یک چیز خوبی که از دوران پیغمبر ما شما از صدر اسلام میتونیم یادآوری کنیم بیعت خانما بود که به پیغمبر ما شما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داشت. پس یه چی نشان میده؟ بی بی عایشه کی بود؟ کسی بود که همیشه مشوره میداد. بی بی خدیجه کی بود؟ همیشه کسی بود که بهترین عامی خوب دین ما شما، دین مقدس اسلام در ابتدا کی بود؟ خانم پیغمبر ما شما، پیغمبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در بحث تجارت حضرت بی بی خدیجه. پس چرا امروز حکومت امارت اسلامی که همگی خوشبین ازی است که قوانین اسلام اینا تطبیق میکنن، چرا امروز بعضی چیزها را نادیده میگیرن؟ ما بر میگردم به جناب مولوی صاحب، میرم ازی صحبت از پیش خواد کنم که چرا شما را جواب بگویه. اما یک سوال دیگه دارم. فرمان ده امیرالمؤمنین اول سنگر زوی بلدا چی دیره ده طالبان و غیری ده کلی و باندول خوانه دی پا کلی که قبلی وضعیت شتا پا پکتیا که پکتیکا که پا خوست که پا قندهار که پا وردگو که دلتا ده قبلی و ده مشر و دغه خبری او ردل کی گی اوستم ده بد مسائل شتون داری یا چه او یا نفر وشل کی گی اتمنی ویل زبا در سر خیخی وکم ده خیخی خپل یا ماناور که ده بدو آیا ده فرمان عملی که دهش یا سکسنگه؟ سلامونه اونی که هیله تاستا او د افغانستان دو زوریدلی ملت ته الله دې وکړي چې ټول جوړ روغ وي. نو دا فرمان ز د ما شخصي نظر دا ده چې دا ډېره ښه یوه پیلامه ده، دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي. تر اسلام خو حقوق ورکړي ښځو ته، خو دا چې نن سبا په بعدو کې ورکول کېدلې او مرواجه خبره وایي تا خبره زه تاییدوم چې په اکثریت ولایاتو کې په جنوبي ولایاتو کې بعضې غربي ولایاتو کې بعضې ځایو کې دا شی لیدل کېدل چې ګناه به ورور وکوله، جرم به تره وکولو، جرم به پلار وکولو او جزا به یوې نجلۍ ته ورکول کېدله. دا په اسلامي قانون کې هم نشته، په غربي قانون کې هم نشته، په بین المللي قانونو کې هم نشته، د موږ تاسو د ملک د افغانستان په قانونو کې هم نه وه. دا د قانون نه یوه بیرون خبره وه او نه اسلام تاییدولی شي نه حکومتونه تاییدولی شي، دا د محدودو اقوامو یوه پریکړه به وه، د پریکړې په اساس باندې دا کار نه کېدل خو ظلم و، دا تعداده، دا یو جرم دی، دا د یو چا حقوق تر پښو لاندې کول دي. را به شو د ښځو د حقوق په ارتباط باندې دا خبره ډېره ګرمه ده او د خورکۍ هم دا خبره وکوله چې ښځو مکاتب او د ښځو کاروبار په دې باندې به هم خبره وکړو. دې خبرې ته به راشو چې اسلام کوم حقوق چې انسانیت ته ورکړي دي، ښځه او نر خو په ځای باندې پرېږده، مذکر او مؤنث حیوانیت ته یې هم کوم حقوق چې ورکړي هیڅ قانون نشي ورکولی. غیر مسلم ته چې کوم حقوق ورکړي دین د اسلام، ګوره د اسلام نه مخکې زنانه ژوندۍ ښکېدلې، موږ تاسو ته معلومه وه په یوه کاسته باندې ډوډۍ نه ورته خوړل کېدل بعض اوقاتو کې. نو دا دین د اسلام و چې ښځې ته یې مور وویلې، ښځې ته یې خور ووې، ښځې ته یې د ځای شریکه ووې، څه ورته هن لباس لکم و انتم لباس لهن په قرآن عظیم شان کې فرمایي. او کوم حقوق چې دین د اسلام ورکړي که تاسو ماته اجازه راکړئ یو درې څلور دقیقې په دې باندې لږ بحث وکړو، بیا به یې دې سوالو ته راشو. د موږ تاسو فقهاو چې زنانو ته کوم حقوق ورکړي دی په دوو کټګوریو تقسیم کړي، یو معنوي حقوق دي، یو مادي حقوق دي. اولین حق د ښځو دا دی چې الله ربالعزت په قرآن عظیم شان کې فرمایي وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خراوية نيكراوية خرافتار خمعاشرات بكوركي بورين تندي باندي
میگو تاسو اکثر بعض خلک برون چې په قارشی په کور کې خپل اقهر سړوي دا یو جرم دی دا دیغي حقوق تر پولاند کول دی په ورین تند باندې دی یو عالم قصه کوله وی تر تاسو ټول نه دا حق موخه په ځای کړای دا یو ورځ یو ټوکه دی پکې وی ما مرمنه ما سی بوت را ورکو ما ته په قهر و ازی وشتلم ما تصور تو کول په مقابل کې هغه دیغي بوت مې ځان سره وتکتولو یعنی د خدای نه انتقام اخیستل دیغي سره دی پړي سر نیول یا هغه وهل تکول دا کوم غیرت نه ده دا کوم همت نه ده دا کومه بهادری او دلاوری نه ده یو عاجز مخلوق دی الله رب العزت دی اولین حکم دی اسلام داره چې ښه رفتار ښه سلوک ښه رویه په کور کې نبی علیه الصلاه والسلام فرمای وی په تاسو کې بهتر هغه څوک ده چې په کور کې ښه اخلاق وي په کور کې ښه رویه وي دوام حق د ښځې په اسلام کې کرامت انساني به تر پښو لاندې نه کیږي دا یو انسان ده د انسان به د مسلمان په سترګه مسلمان زنانه وي تر ځانه به کته نه ورته ګورو په ټیټه سترګه به نه ورته ګورو کیدای شي اخلاق یې هم ته موتوتانه کوي ډېرې زنانوي داسې موږ تاسو ګورو چې ډېرې ښې عقیدې لري ډېرې صادقې دي ډېرې صادقې دي او ډېر دلسوزه دي رسوانده دي تر ډېرو ذکرو نه اوناس چې موږ تاسو ګورو ډېرې وفاداره وي اکثره او ډېرې کومه وظیفه چې ورته وسپارل شي په مراتبو یې د ذکور نه په ښه شکل باندې مخکې وړي نو د هغه کرامت انساني به تر پښو لاندې نه کړي بعضې د موږ تاسو ورونه ورته وګورو هغې ته پیغور ورکوي هغې ته طعنه ورکوي هغې ته داسې بد الفاظ استعمالوي چې هغه په خجالتیږي وي ته چا خو نه کړلې او ته شکر وباسه او چې ما په نکاح کې را دغه خبرې ټول هغه څه دي چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي بل حق چې اسلام ورته ورکړی د هغو معنوي حق هغه څومره ضروریات چې د زنانه و دي معنوي پټ ضروریات دي هغه نر پې مجبور او مکلف دی چې هغه برآورده کړي تنه د خپل ځان په فکر کې به نه اوسېږي د هغې په فکر کې به هم اوسېږي دا یې معنوي حقوق و مادي حقوق یې ګوره مهریای ده مهر په دوه نوع ده بیا د خور هم دینی تعلیمات لري او موږ تاسو الحمدلله علماونه اوریدلي مهر مؤجل دی معجل دی بده کې تفصیل نه کوي چې واحد موږ تاسو دلته یاري نه کوي نو هغه مهر دی مهر ورته ورکو د دغه مسلم حق دی دا چې پلار په جوب کې اچوي دا د ښځې حقوق تر پښو لاندې کول دي همدا شکل که ورته وګورو بل حق دا دی چې خاوند په خپله ښځه باندې دا حق نه لري شرعا نه ده مکلفه چې په کور کې به حتمي کار کوي اخلاقا ادبا دا مکلفه ده شرعا مکلفه نه ده به عنوان حکم شرعي زن مکلف به این نیستن که ضرور به ضرور هم خادم باشه هم صفاکار باشه هم آشپز باشه هم نوازش اطفال را بکنه ای که میکنه خیر ببینه بسیار تشکر مولای صاحب من میرم یک وقفه میگیرم وقفه بعد دوباره سر شما میایم بس ای است که خب چقدر حقوق داده خیر حق تعلیمم داره که باید تعلیم کنه صاحب حقیرم داره که یک مشترک سیاسی باشه یک مشترک اجتماعی باشه اصل سوالی است که خب اینقدر حقوق اسلام داده و بانی اسلام خیلی امارت اسلامی است سوال بانو امی است که چرا در سه ماه گذشته عالی دخترها که ارتقا میکنن یک ضربه کلان است به قشر دخترها و شما ایره میفهمین استاد که در هر صد زن در هر صد مرد 104 زن است به این معنا که 4 تا زن اضافه است و نفوس زنها بیشتر است از مردا که در افغانستان ما یک وقفه میگیریم بعض وقفه برمیگردیم بیننده های عزیز یک وقفه کوتاه داریم بعد وقفه دوباره برمیگردیم دوباره خوش آمدین خمولی سیب نو ده تا سوال ترسم ترسو جی دایمون خبر تکمیل شوی نیگه سیده تکمیلی که نو بل حق داره گوره چه بدون ده مهر نگوره طول ضروریات ده و زنانه ده ده خپل زن ضروریات هم پا خپل زن بانده لازم ندی پا خواندی پا وروری پا پلاری ده اولاد نفقه هم پا ده بانده لازم نده سمرا میراس هم ده خواند نخلی هم یې د پلار نه اخلي دوه حقوق په میراث کې ورکول کېږي دا د اسلام حقوق دي چې ورته ورکړي دي او بل کور یې دوایي صابون شامپو معاینات دوایي ټول د مهر نه بیرون حقوق دي په خاوند باندې بل حق ګوره په اکراه او اجبار خاوند نشي کولی چې ورته ووایي چې ته به د ما طفل ته شیدې ورکوي که دا ووایي چې زه تا طفل ته شیدې نشم ورکولی زه ضعیفه کېږم زما اعضا خرابېږي زه دا توان نه لرم په اکراه او په اجبار باندې خاوند نشي کولی چې دا مجبوره کړي چې د ما
طفل ته شیدی ورکړه اڅو حالتونه د چپیغي حالتو کې به دانش کې ولاغه حالتونه څلور حالتونه دي چې په اول کې شیدی ورکې به دانش دي یا بل مېرمن نه پیدا کې چې د طفل ته شیدی ورکې یا د طفل د بل چې شیدی نه خوري په دغه صورتو کې دا انکار نشي کولای یعنی خاوند دانش مجبوره کولای چې حتما او ضروراً به ته د طفل ته شیدی ورکې اوس خبر بیرون خبر ته راشده د کار او د برو کستاس خبر نو عملی شه د اسلام خبرې د نو ګل ګل زال خبر نه هیڅ مشکل نشته اوس نو بیا نو بیا نو بیا ستونزه چیرته ده ستونزه په مسلم په اسلام خونو شو ستونزه په دې مسلمان کې ده چې نه عمل کیږي دا مسائل بالکل نه خبر بس په دغه روز اوس خبر ته راشو ګوره کوم تقسیمات کاری چې شوی وو ما بین د فاطمه الزهرا او حضرت علی کرم الله وجهو کې کوم تقسیمات وشو نبی علیه الصلاه والسلام تقسیم ورته وکوه چې ته به بیرونی کار نه کوې بی بی فاطمه الزهرا ته وی چې ته به داخلي کار نه کوې د کور کارونه نسبت بیرون ته اسانه وي په سهولت کې وي په آرامتیا باندې کېږي یعنی سپک کار نه وي سړی دومره نه باندې تکلیفېږي اوس ته خبره کوم اسلام خدا حق ورکړی چې ته آرام کور کې کینه وخوره وچکه زیره ته راوړم تا بادار اید کور تا مشر اید کور تا خان اید کور تیپ کچکا خورا آغانده هر چیز تر تما حیا کوام زما اوستا اکثر میرمن اوس اغا حقوق غاری دی حقوق حقوق چیغی وی دی حقوق حقوق دی پارای آواز و چد کرای کم حقوق چی غرب ورتا غاری با غرب که خود خد و حقوق تر پولانده شوی تر پولانده کیگی که مگو تاسو دیگه دی حالاتونه خبر ووسو په غرب کې یو ځانانه په کوم شکل باندې ژوند کوي هغه هلته د یو انسان په سترګه باندې نه ورته کتل کېږي بلخصوص هغه ځانانه وي چې اوس که تاسې عمارو ته وګورو د څلوېښت کلنۍ نه کومې ځانانه وي چې په غربي یا کفري ممالکو کې پورته دی سن سال یې اکثره د حیواناتو سره ازدواج کوي انسانیت ترې نه شرمېږي نن ما ورته هغه حقوق غواړي د څلوېښتو فیصدو نه زیاتې مېرمنې نن سبا مخکې د ازدواج نه دی ولادت کړی وي دا امر که تاسې لیدلی وي اولوستی وي نو همدا رقم نور حقوق هغه حقوق دلته اوس غواړي چې موږ ته پیدا کړي اخو اسلام نه غواړي افغانستان نه ګوري په افغانستان کې افغان نجونې غواړي چې مکتب اخلاص شي مکتب ته لاړه شي د افغانستان ښځې وایي چې خیر که چېرته په قومندانۍ کې ما نن د هغه م وخته غوښتې و دا د امنیې قومندان وایان هغې نه م پوښتنه وکړه ګورې د که چه جرایم ده خو جرایم په ښځو کې هم شته ښځې باید نارینه باید هغه د هغه مجرمې ښځې پوښتنې وکړي که یو ښځې باید پوښتنې وکړي دلته د مستنطقه هغه ده اړتیا ده چې باید تاسې ولرئ سارنوالې باید ولرئ نو که چېرته مکتبونه بند وي نو سارنوال د کومه شو قاضیان یې له کومه شول مستنطقان یې له کومه شول دغه پوښتنه ده د مکاتب او د خلاصولو او د بندیدو په ارتباط باندې چا کوم تصمیم هم نه دی ولای چې مکاتب د بند وي او بار بار نوې حکومت اواز پورته کړای چې موږ مکاتب خلاصو مکاتب ته زمينه برابرو یو خه میکانیزم یو سیستم ورته برابرو د تعلیم مخالفت موږ نه کوو تعلیم حق په اسلام کې شته ورته زنانه وته د هر څه خبرش خداست تعلیم هم نه لکه موږ تاسو بعد درامه تعلیم په نامه باندې ولیدلې چې زه خپل تدریس کوم زه یو معلم یم کنه باور وکه داسې وخت راغلی چې مو پوښتنه نه کړی چې ته د غلمون ماته تیر کړه سره خاموش تر اللهم ربنا الدنيا د دنیا فی الدنيا او چې ورته وای چې ته د خپل نوم په انګلیسي باندې مشتاقه ډیر ښه شکل باندې بیا په ټول سیم کې چې زه خبره وکم چې دې سپیل صحیح وو که غلط وو ټول وایي چې غلط وو یا صحیح وو په هغې باندې ښه نمون دې نه وي زه تر دولسم صنف پورې او خارجي لسانو کې په خارجي ژبو کې بیا دوی اول نمره وي خو داسې تعلیم هم نه وي لازم دوی میکانیزم ورته جوړوي او بله د مکاتبو د نه خلاصولو تر کومه ده پورې چې زه معلومات لرم یو خو کرونا وه دغه دوه کاله افغانستان کې دغه دوه کاله نه په پوهنتونو کې درسونه وو نه په مکاتبو کې درسونه وو دا سبب دا نه و چې حکومت نه وای شو سبب کرونا وه او بل په اکثرو ولایاتو کې چې هغه یخ د ژمی رخصتي کوي د ژمنۍ رخصتۍ راغلې مابین ته ارتقا شو ارتقا یې وکوله چې دې په خاطر باندې یو مصلحت په اساس باندې دا ارتقا که دا اوس ارتقا یې نه وای کړی که نه ټولو اواز به پورته شوه اوس خلک غواړي تعلیم وکړي تحصیل وکړي د ژمي د رخصتۍ نه د استفاده وکړي کوم کتابونه کوم درسونه چې دی په مکاتبو کې ونه وي په خصوصي شکل باندې دی وایي ښه خبره ده صحیح ده خانم و آباد چې دا مو ارتقا ورکړه نو ښځې خو باید په دې ادارو کې باید کار وکړي ولې ورته وایي چې په حجاب راشه حجاب دی اصول دی ده
همدغه سه چه جاب ده په جاب راشه کوم ستون زنه ده خو په کار شروع که مالی وزارت خو شروع که پوهنې وزارت خو شروع که تحصیل د لوړو زده کړو وزارت که خو اړتیا ده چې باید شروع شي په نورو وزارتخانو کې باید شروع شي دغه پوښتنه ده ښځې دا فکر کوي چې نه بس قرار په کور کې کینئ ماش به تر کومه پورې دوی ماش به ورکړي امارت اسلامي هم دومره پیسې به ونه لري چې ټول ماشونه به کال پوره او دا کور کې کینی او دا ماشونه ورکړي. تانه زه سوال کومه جناب حسرت صاحب خبره د ماش ده که د کار مخکې به ولو خبره ده د کار کار خو کیږي ماش دې ته ورکول کی کار مخکې کار نه کیږي کار نه کیږي کومې ادارې نه تاسو خبر لرئ کار نه کیږي د هرې ادارې تاسو زه ما هم داسې مثال ډول مالکه چیرته یو مجرمې ښځې که نه اوس دنه تحقیق کوي دنه تحقیق باید نارینه وکړي که ښځینه بل پړاو دی بل چپتر په هغې جدا بحث راځو که نه اوس دغه دوه کاله چې کرونا و دا مثلا هلته هم و دغه سوال نور مشکلات و اغل کاش که دا ما ته قاضی شي و سارندواله شي خو په داسې بخشونو کې چې اصلا اغل ته د یوې زنانه ضرورت نشته بهاړتیا ده که نه ده په هره برخه کې اړتیا ده که نه ده ګوره په ته سیاتنامه کې اوس برحاله شته په ټولو ادارو کې په ټولو ریاستو کې په ولایتو کې په مرکز کې په سیاتنامه کې شته او په خصوصي دوائرو کې ټولو کې زنانه وي شته دا په خصوصي دوائرو کې چې زنانه وي کار کوي دا د دې معنی ورکوي چې امارت اسلامي یا نوی حکومت د دې ممانعت نه کوي زمینه ورته برابروي مولوي صاحب وبخښئ دا ډېر خصوصي ده خو وزه یې راغی چې باید زه باید پوښتنه وکړم لور لرئ که زوی دواړه لرل لور دې مشره ده مکتب ته ځي مدرسه خلاصه کړی یم عالم ده الحمدلله ډیر ښه ډیر ښه کور کې مې مدرسه ورته جوړه کړې ښه مکتب ته نه پرېږدي مکتب ته پرېږدي خو خبر نه ده دوی ته موږ اولیات ورکړی دا ضرورت دی ښه اوس هغه بل اړتیا نه ده چې باید ووایي هغه عصري درسونه باید ونه وایي خو اوس انګلیسي باید ژبه باید پوه نه شي یو ښځه ډېر ضرورت نه ده ګوره ژبه مستحب عمل دی چې زده یې کړي ښه خبر دی وانه پنځه ژبې دې زده کړي عربي دې زده کړي اسپانوي دې زده کړي دې زده کړي خو چې وخت سړی ورته ولري موقع وي هغه وي خو په دغو دیني علومو باندې موږ ورته زمینه ورته برابره کړې وه زحمت مو پې ایستلی اوس ورته مدرسه جوړه کړې په کور کې زه وقفې ته ځم وقفې نه بیا په تفسیر باندې تفسیر باندې میایم جناب استاد فکر نمی کنن ما وقتی که حقوق زنا رو بحث میشه که حقوق زنا در همه تاپ زده میشه که والا شما بحث غربی ها رو میکنین ما فکر نمی کنم یک دختر افغان بگویه که بر ما زندگی غربی رو در افغانستان آماده کنین در 20 سال گذشته هم چنین نبودین استاد شما دیگه بودین در افغانستان و شما استاد بودین یعنی هیچ دختر نمیگه هیچ دختری خواستم نداشته که بر ما یک زندگی غربی بسازین یک زندگی غربی که اونا چیزایی که اونا میخواین ما میخواییم ولی خواستن که وضعیت اقتصادیشان خوب شه ولی خواستن که مکتب بخوانن ولی خواستن که اشتراک یا مشترک سیاسی باشه به این مسئله که آیا خواهرای ما یا دیمگو تاسو زنانه وی چه غربی حقوق نگاری اسلامی یا افغانی حقوق گاری در غشل کالا دیمگو ستون خو وشک دل او تو تحصیلات پوری تا پارلمان پوری ټولو چارواکو ته موږ تللي یو چې دا مختلف تعلیم د بینه یوسئ یوه میرمن یوه سیاسره یوه زنانه وپوهیږي وخت کې موږ ونه لیدله چې دغه د تعلیم حق خو زه لرمه نو د نامحرم سدی ولې کینه ولې یم زه ډېرې سیاسرې ډېرې خورګانې ډېرې مېرمنې تعلیم نه مخکې محرومې وې اوس به زمینه ورته مساعده کېږي په سم شکل به انشاءالله تعلیم کوي هغه تعلیم چې په مختلط سیستم کې و هغه ما چیغې کړې بار بار په سینفونو کې مې ویلي په کنفرانسو کې مې ویلي او هغه د وخت چارواکو ته مې دا خبره کړې تاسو ځان ته آزاد وایې خو دا جدا کوي که نه اوس د دو جدا کول څه سخت دي ولې مو یو ځای کړې اکثره چارواکو موږ ته په هغې وخت کې دا خبره کړې چې جامعه جهاني خفکېږي خوشحالۍ په خاطر باندې دغه تعلیم حق دې مونږ اخیست و نووس به انشالله امیدواریش تر ډیره امیدواریش انشالله حال عزیز چې د تعلیم حق به نت سلب کی په سم شکل به انشالله تعلیم کیږي ډیره مننه بیننده های عزیز یک وقفه کوتاه داریم دوباره خوش آمدین بان تفسیر شما چی است؟ چیزی که جناب مولای صاحب فرمودن بسیار خوب وضاحت دادن در مورد حقوق خانم ها در دین مقدس اسلام داره اما یک چیز بار بار جناب مولای صاحب اشاره کردن که وضعیت کرونایی در افغانستان بود درست است که وضعیت کرونایی بود آیا امروز وضعیت کرونایی تنها برای بانوان است؟ آخه یا نمیتونن در سر وظیفهشان برن؟
پسرها میتونه به مکاتبشان برن، پس چرا امروز خانمان میتونه سر وظایفشان که بره که نیاز داره جامعه امروزی ما؟ چرا که افغانستان در یک وضعیت قرار داره که باید تک تک ما مسئولیت ادا کنیم در قبالش؟ و همین قسم چرا امروز تنها کرونا، وضعیت کرونای بالای دخترها هست که نباید مکتب برن؟ پس بیاین امروز ما چیزایی رو بپذیریم که دین مقدس اسلام بر ما گفته. ما امروز نه ادعای زیر داریم که غرب چی کرد یا فلان چی کرد. ما امروز همه مردم افغانستان مطمئن هستم که امید به این داشتن که در آغاز حکومت امارات اسلامی گفتن که مطابق با شریعت اسلامی، همگی خوشدار از این شد که الحمدلله امروز قانون تطبیق میشه که بهترین قانون در سطح دنیا است و در بین ادیان‌های آسمانی بهترین قانون که ثابت و همیشگی است قانون دین مقدس اسلام است. پس چرا امروز با گونه‌های متفاوت نمی‌خواهند که او را عملی کنند یا تطبیق کنند؟ امروز اگر اینا زیادتر فرصت می‌خواهند که یک ماه دو ماه ما می‌خواهیم که کار کنیم و کار کنیم، همه که امروز منتظر هزی است که چه وقت باید ما خبر را بشنویم که همه شمول باشه، یعنی برای همه دردهای همه ملت افغانستان باشه، بخصوص قشر که همیشه در مصیبت بودن، در چالش ها بودن و به مشکلات ها بودن که قشر خانما هسته. امروز خانم دختری که در افغانستان به دنیا آمده، بدانین که با چه قدر مشکلات ها اونا دست و پنجه نرم کردن تا دانستن که وارد کجاشن، وارد مکتب شوند. اونا چقدر آرزوها برای وطن، برای خود دارن. امروز ما نمیتونیم آرزوهای اونا رو سلب کنیم یا بگیریم. ببین امروز ما کار کنیم که برای آینده زیادتر بتانیم، یعنی ادعا کنیم که ما کار را که تعهد کردیم امروز ما او را انجام دادیم. و چیزی که مهم است، هم پیام امارات اسلامی هم پیام جناب مولای صبی است که خب شما در 3 ماه چطور توقع دارین؟ در 20 سال گذشته نظام قبلی هم نتونست یک فضای خوب برای زن آماده کنه. شما بودین و دیدین و مشاهده کردین، متاسفانه فضای درست نبود. این باید آدم اقرار بکنه که یک فضای نادرست بود، هم در صنف ها هم در جای درس. نخیر. ولی اصل سوال چی است؟ اصل سوال ما شما ای است که فکر نمیکنین که ما یگان دفعه دوارم جایش اشتباه میکنیم. اما خواست ما یک خواست درست نمی باشه، همین می باشه که ما هم نتیجه را درست نگیریم. اگر ما یک آلف هر خانمی که مبارزه را شروع کنه فکر میشه که ولی به خود کیس میسازه، این کیس میسازه و شاید بیرون برای. ولی اصل مبارزه که مکتب است، اصل مبارزه که مشترک سیاسی است، مشترک اجتماعی است. یعنی اما چیزی که جناب استاد در موایل خود که تمام بحثشی بوده که زن یک مشترک اجتماعی است، نه به عنوان ای که ما بالاستم و تو در پایین هستی، ولی یک مشترک است. یعنی می زندگی است، تقسیم است که تو باید کار پیش بری، ما باید کار پیش. ما میخواستم به می گپی که جناب مولای صاحب هم اشاره کردن که فضا در گذشته ها هم خوب نبود. ما هیچ وقت ادعا نکردیم که فضا در گذشته خوب بود، هم خوب بود هم بد بود. ما نمیتونیم که از واقعیت ها چشم پوشی کنیم. هم خوبی های خود داشت. خوبی ها در این بود که همگی بدون اراس میخواستن مکتب برن، میخواستن به سر وظیفه‌ش برن با رقم که خودشان دوست داشت. ما در حد قضاوت نیستیم که بگوییم که چطور اینا با آقایان بودن. آقایان اگر بودن برادران مؤمنشان بودن. همگی ما مطمئن هستم که میدونن که چگونه کردار داشته باشن که دین مقدس اسلام بر از اونها گفته. ما در افغانستان زاده شده ایم، بزرگ شده ایم، مکتب خوانده ایم، پانتون خوانده ایم، اما قسمی بودیم که دین میخواسته، قسمی بودیم که انسانیت میخواسته، اما هیچ وقت ما کار نکردیم که خارج از چوکات اسلام یا خارج از چوکات انسانیت بوده باشه. همه خواهرای افغان ما همین قسم با هزارها مشکل خواستن که خدانا ثابت بسازن و مصدر خدمت جامعهشون شود. دین مقدس اسلام میگه جناب مولای صاحب بزرگواران و همه مردم افغانستانی را خوب میدانند که گفتن خانما و آقایان در یک صف قرار دارند. لفظی که دین مقدس اسلامی اشاره میکنه همچون بسم الله الرحمن میگه یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو. چرا دین مقدس اسلام میگه در یک صف قرار دارن؟ باز در لفظ گفته رجال قوامین علی النساء با او چطور میشه؟ او را جواب نمیگین؟ سعی کنین دین مقدس اسلام میگین که شما در یک صف قرار دارین. آیت قرآن را که امروز ببینین در قرآن 30 سپاره است. یک یزو به نام کی است؟ نساء. بله. یک سوره که به نام خانم خداوند خواسته نامگذاری کنه. جناب مقاله صاحب بزرگوار بسیار خوب اشاره کرد از حق حقوق خانم‌ها. پس امروز چگونه ما میتونیم که امروز هم از اون سلب کنیم، همه چیز از اون نادیده بگیریم؟ جناب خیلی مشکل شما در کجاست؟ صاحب بزرگوار سعی کنید. بیشتر از 3 ماه شده ما داد و فریاد از عدالت داریم.
میگیم عدالت باید تطبیق شوه که شریعت اسلام او را میخواید، عدالت تطبیق شوه که همه مردم افغان تشنی از او عدالت است. درست است 20 سال خانما چیزی که میخواستن نتونستن. ما در بسیار بحث ها گفتیم گفته بودن، ادعای کرده بودن که 30% در ساختار حکومت اینا حق دارن، حتی 24% اون نشد. بیاین ما گذشته ها را میبانیم، بر ما تجربه شد، ما امروز کار میکنیم که فردا حکومت بعدی اگر میآید نگوین که حکومت امارت اسلامی در قسمت خانما چی کرد، دروازه ها را بسته کرد، در روش کاری که میکرد به خاطر نفقه اولادش. امروز بیاین که ببینین که ما چقدر بیوه ها داریم و چقدر اونا شان کارمند است و چقدر اونا معلمین است که امروز در کنجه های خانه هایشان نشسته منتظر ازی است که چگونه بتانند نفقه او یتیم و یسیر باید پیدا کنند. از آرها مورد دیگه هست، اگر ما اشاره کنیم شاید ساعتها را در نظر بگیریم. خب شما... آیا تنها کرونا و مشکلات تنها در قسمت خانه ما بوده؟ آلی بستان ماش هست یا بستان کار؟ بحث ما مسئولیت است که باید ما مسئولیت ادا کنیم در قسمت وطن و وطندار خود، نه بحث ماش است. امروز اگر ما همه افغان ها یک دست نشیم، پس ادعای ازیر کرده نمیتونه که ما شاید فردای بهتر داشته باشیم نداشته باشیم. فکر میکنم کفایت میکنه. امروز ببینیم که تک تک حتی طفل شیرخور ما درد داره، درد از جنگ داره، درد از خشونت داره، درد از بیکاری داره، درد از بیوطنی داره. اینکه همه ما یک جا شده دردهای همه را درمان کنیم. فکر نمیکنین که تم مسئولیت ایش تمامش برنامه گرده به امارت اسلامی؟ نه خیلی نه، مسئولیت همه ماست. بازم دین مقدس اسلام میگه، میگه زمان یک زعیم میتونه عادل باشه که او جامعش عدالت ده او باشه، اما در زمان نمی باشه که جامعه از او عدالت نباشه. پس ما باید کار کنیم که بتانیم یک حکومت عادل داشته باشیم. اما امروز اگر حکومت ما این را در نظر نمیگیره، یعنی نمیخواد که عدالت برقرار کنه، پس امروز من مجبور هستم که بخاطر نفقه که شب ندارم دست به کار بزنم، که سرقت در دین مقدس اسلام جرم است. من باید سرقت کنم بخاطر از این کتاب بتانم یک نفقه خوبتر و بهتر را برای شب آماده کنم، یا کارهای دیگه را که دین مقدس اسلام برای من اجازه نداده او را باید انجام بدم. چرا ناگزیر هستم؟ در صورت میفهمم که اینمی گناهی کبیره هست، اما باز هم انجام میده. پس امروز ما از حکومت امارت اسلامی بخصوص جناب مولای صاحب بزرگوار که همچنان اینا استاد بودن وظیفه انبیا را پیش میبردن، چی پاسخه برای همه شهروندهای افغانستان که از بیکاری داد میزنن، از فقر داد میزنن؟ امروز فکر کنین وضعیت افغانستان در کجا رسیده. درست است که حکومت تازه تشکیل است، ما موافق هستیم به این، بخصوص برای خانما اینا چی جواب، چی پاسخ داره؟ در صورت که همه موارده که دین مقدس اسلام میدانن که برای خانما داده شده و دارن و تا ابد میباشه، چرا که دین مقدس همیشه ثابت است و همیشه پاربجا است. پس اینجا ما پاسخ را میخواییم که ما را بتونن قناعت بتن. اگر میگوین که ما طرز العمل داریم، ما طرها داریم، تنها در قسمت خانمای حکومت داره یا در قسمت آقایان هم باید داشته باشن یا در قسمت همه شهروندهای افغانستان؟ بسیار تشکر. بیننده های عزیز یک وقفه کوتاه داریم، بعد وقفه برمیگردیم. بیننده های عزیز دوباره خوش آمدید. قدر من مولوی صاحب زواب او ده حل لاره دی خورکی دی اوچو خبر اسرا خو موافقیم او دی اوچو خبر اسرا مخالفیم. دی خبر اسرا چه یوا خبر دی او کولا چه ما تعلیم کرای او تحصیل میکرای په اسلامی فضا که الله دی اجرونه ورتوار کی، الله دی نور هم توفیق ورتوار کی. ادنه یوا پتنه وش چه تا په مختلط سیستم که تعلیم وکولو که په انفرادی کتن اوناس که په مختلط سیستم که تعلیم شوی وی، آیا دا کوم قانون، اسلامی قانون یا بین المللی قانون یا افغانی قانون په مختلط سیستم کې چې ذکر او ناس مختلط وي سره، آیا شریعت جواز ورکوي کنه؟ دا پوښتنه دې نه تاسو وکړي، تاسو تر رقم تعلیم کړی وو دی وی چې زه الحمدلله تاسو مسلمان یو او ته احترام هم لرم کنه، په دې کې دوله وضاحت که په مختلط سیستم کې چې تعلیم کړی وي بیا هغې ته مشروعیت ورکوي کنه. هغه بعضې موارد شته چې په مختلط سیستم کې هم بعض اوقات فقها جواز ورکوي چې ډیر استثنایي حالات دي، خو د موږ تاسو په دغه شلو کالو کې هغه حالاتو ته موږ نه وو رسېدلي چې یوه زنانه د ذکورو د نامحرمو سره کینی، یو نامحرم دی د اوناسو د نامحرم سره کینی. دا کاملا د اسلام سره په ټکر کې ده. موږ به دلایل چې په هغې وخت کې وي
خو خیر حجاب هم فرض ده، خو تعلیم هم فرض ده، هسې غیر منطقي او غیر علمي خبره به راته کوله. د دې سره زه موافق نه یم. استاد بیا جرم شوی و په جامع الازهر مصر کې ټول اوس جامع الازهر موږ تاسو قرآن نه ده کنه او دیوبند هم دیوبندیان هم داسې کوي او ذکر او ناس نه دي مختلط په ټوله دنیا کې عصري کې ټول هم داسې دي نو هغه خو موږ تاسو لپاره حجت او دلیل نشي کېدلی چې هغې دا وکړل نو زه به هم کوم خو ډېرو علماو فساد یې هم کول ګوره په قضا کې که موږ تاسو وګورو ښه علماوي اکثره وخت دوی رشوت خوري کنه نو رشوت خو روا کېږي نه فساد کوي نو فساد یو شخص په عمل باندې خو هغه جواز نه پیدا کوي هبه کوي کنه نو تاسو په شلو کلونو کې درس رقم ورکوئ ډېره زه یو فرد وم زه یو معلم وم ټول د صلاحیت دار نه وم د اسلام په ټکر کې ګوره ما بار بار د اواز اوچت کړی چې مختلط سیستم د تعلیم لپاره دا ظلم دی دا تجاوز دی دا په موږ باندې تپل شوی و دا, 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 دا رقم تعلیم چې نامحرم نجلۍ دی د نامحرم هلک سره په صنف کې ناسته وي په یوه ځای کې دی وي دا, دا بار بار دا په منبر باندې هم دا آواز کړی په کنفرانسونو کې مې هم کړی کمیسیون د تحصیلات عالي ته هم تللی یم پارلمان ته وخت چارواکو ته مې ټول دا خبره زه یو فرد وم زه کوم صلاحیت دار نه وم چې دا ما د بینه وړه استدلال مو کړی دلایل مو ورسره ویلي بیا یوه کس یو چارواکي ما ته ویل ته اوس ډېر ځان ملا ملا مه کوه راته خیر ده اوس جامعه جهاني وي خفه کېږي کرار کښېنه نه ټول هغه را باندې بندوي نو د ما یو شخص وم د ما فردي عمل و زه په دې باندې اعتراف کوم چې صحیح ده زه معلم وم زه تر خپل واسه پورې مې خپل مسؤلیت ادا کړی خو زه خو صلاحیت دار نه وم نه د حکومت پر اس کې زه وم چې دا مې لغوه کړی او بله خبر چې خورکۍ دا خبره وکوله چې مکاتب د ذکور او د هلکانو دپاره خلاص دي او د هغه د نجونو پاره نشته هغه چې یوازې هم دي نه پرېږدي که نه اوس بعضې مکاتب دي چې ټولې نجونې دي ګوره د هغې دپاره د استادانو دپاره به مشکلات وي د تګ او د تګ دپاره هم بعضې ستونزې او مشکلات وو هغه زمینه مخکې نه وه مساعده دی اوس په کول کې د هغه سم میکانیزم روغ مدیریت ورته جوړی ښه مدیریت وشي د هغه چې په ښه شکل په یوه ارامه فضا کې په یوه ښه سیستم کې د ما خورکۍ د ما لورکۍ د ما مېرمن تعلیم وکوي بېرته کور ته راشي نه څوک اذیت کړ نه څوک په بده سترګه ورته وګوري څومره ښه خبره ده نو مخکې خو د فضا ګوره نه وه برابره پس په حقایقو باندې باید سترګې پټې نه کړو بس د تعلیم په نامه باندې ډېرو خویندو موږ تاسو ورونه د خفه نه شي د ډېرو خویندو ټولې موږ تاسو خویندې دي د اکثره خویندو عفتونه تر پښو لاندې کېدل موږ لیدل په بازار کې په موټر کې په نورو ځایو کې ډېرې ښه تعلیمونه هم وو ښې خویندې هم وي د موږ تاسو ښه تعلیمونه هم وشول خو اکثریت دغسې وو چې د تعلیم په نامه باندې ډېر سوی استفاده کېدل نو هغو ته موږ تاسو ترجیح ورنکړو او بله خبر دا چې وي په حکومت ادارو کې باید ونډه ورته ورکړل شي یوه خو تو خبره چې مخکې د خبره وکړه چې الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض دا سرپرستی و حاکمیت و حکومت الله ذکر ته ورکړی ذکر ته ورکړی دی په خپله خوله باندې څوک دا ویي چې زه خدمت کوم ماته صلاحیت راکړه ماته حکومت راکړه ماته چوکۍ راکړه بیا د اسلام سره په ټکر کې دا خبره که چا راوغوښتلې ته لاس یې راونیولې اواز در باندې وکولو چې تا نه دغه کار موږ اخیستی شو راځه لبایک ورته ووایه که د کولی شوی او که ته په خپله یوه چوکۍ غواړې یو منصب غواړې یو قدرت غواړې دا بیا د اسلام سره په ټکر کې ده د اسلام په قانون کې بیا چې ښځه باید کار وکړي او هسې وکړي داسې وکړي په خپله خوله باندې غوښتل یوه چوکۍ یو منصب بیا د اسلام سره په ټکر کې ده خبره د استاذو بخۍ زه نه پوهېږم غواړم تاسو نه پوه شو خو لیدونکي باید پوه شي بي بي خشتر کبرا سوداګره وه په هغه وخت کې رسول الله سلام د حضرت رسول الله سلام په دوره کې یو تونه د پښتنه وکم چې بی بی خدیجه کبرا مخکې د بعثت د نبی علی سلام ازدواج کړی کبرا سره د بعثت نه مخکې د بعثت هغه وخت قران نازل شوی د 15 کلن نبی علی سلام ښه سیده نو بی بی عائشه صدیقه چې د حضرت امام صلی الله علیه وسلم د احادیث او راوی ده نو هغه روایتونه چې راوړي کنه ټول وګوري د نظام جوړونه روایتونه راوړي ما کم هغه کړي مطالعه کړي تاسو د بي بي عائشه صدیقه چې هغه وګورئ انهما تاسو به یو حدیث نمونه په شکل د نمونه ما ته پیش کړئ چې دا حدیث د عائشه صدیقینا بدون د پردې نه روایت شوی یعنی د ټولو د اکثر صحابه کرامو استاد نه خو په پرده کې سیده خو بیا محتوا ته وګورئ زه د پرده مسله نه باید پرده وي محتوا وګورئ یعنی په دې معنا چې په محتوا کې بي بي عائشه صدیقه نقش لري ونډه لري بالکل د دې ونډه لپاره اوس هم کار روان دی کیږي به ان شاء الله ولزي یعنی په دې معنا نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ک ته مو غواړه هغه غوښتي دي دا د جامل جګړه تاسو پوهیږئ چې هلته د نظامونو جوړولو یوه برخه وه
خو معلومات تاسو ماشاءالله ما نه ډیر به معلومات ولرای. نو په دې معنی چې اسلام چې تاسو سر کې وویل خزل لپاره ډیر حق ورکړی د حل لار څه بولې؟ دا صحیح خبره ده چې نسبت ذکرو ته اوناس ډیر آسیب پذیری دي. نو د خورکۍ چې ووی چې د ذکر دپاره مکاتب شته د زنانو دپاره بند کړي هغه آسیب پذیری دي. زمین وخت ورته په کار دی او هغو ته کار په کار دی چې په ښه شکل باندې هغه سیستم ورته برابر شي. نو د مکاتبو د تعلیم او د تحصیل څوک مخالفی نه دي. په صدر د اسلام کې هم زنانوی مشاورین دی نبی علیه السلام مدافعین وی دی غی دفاع کوله. موږ تاسو ته تاریخ هوایدا واضح کړی ارڅه په باندې پویو. خو همدغه شکل چې په پرده کې تعلیم وکي په آبرو په عزت او د عفت نه ډک تعلیم وکي ټول موږ تاسو دغه ارزو ده. چه مخالفت هم نه کړی، نه اسلام مخالفت کړی، نه دغه نوی نظام مخالفت کړی، نه د امیرالمؤمنین فرمان کې داسې یو څه شته چې موږ تاسو پیغه باندې نقد وکړو. دقیق. اگر به پایانی بگوین پیشنهاد شما چی است؟ پیشنهاد ما برای حکومت امارات اسلامی است که باید دروازه های مکاتب باز کنند و حق خانم‌ها را مطابق به شریعت اسلامی که بهترین حقوق برای خانم ها در نظر بگیرن. و در ضمن می خواهیم که جواب جناب مولوی صاحب مزی بتون که گفتن که یعنی مکتب که ما در اینجا خوانده ما مکاتب داریم که همش اوناس است، همش اوناس است. ما در ملاله ما ختم کردیم. اگر ما پانتونم خواندیم قسم خواندیم که شریعت اسلامی گفته، نه قسمی که ما میتونیم مثال بسیار خوب امیل داشته باشیم با جناب مولوی صاحب که زیر یک سقف قرار داریم، یک چیز شیشتیم، برنامه را پیش میبریم. آها دقیق. بسی میتونه که مانع قرار بگیره؟ اگر ما بخوایم چیزایی که دین مقدس اسلام بر ما شریعت اسلامی گفته انجام بدیم، یعنی بهترین راه و روش می داشته باشیم و میتونیم مسئولیت هایی که اولین مسئولیت که داریم، یعنی اولین حقوق که بر ما داده شده از نگاه دین مقدس اسلام که تعلیم و تربیت ما انجام بدیم، هیچگاه نمیتونیم بگوییم که ای ترسی او ترسی یک بانی برود بپذیریم. امیدوار هستیم همه شهروندان افغانستان که حکومت امارات اسلامی چیزی که آکده او را انجام بده. بسیار تشکر. ممنون. بانو تفسیر، حداقل این برنامه ما مختلط بود جناب استاد. بسیار تشکر. قدر من استاد چراغ لی کلا کلا و زحمت در کوسید. من نسیم. شما هم بسیار خوش آمدید. خوش میکنم. بیننده های عزیز، شما را به خدای کریم و رحیم می سپارم. برنامه همین قدر بود. تا آدم دیگر، الله یار مددگارتان.